ما خانواده های خود را فراموش کرده، از اونا خبر نداره، خیلی کم از اون احوال میگیری. شاید با خود بگیم من که با اعضای خانواده خود رو ارتباط دارم، همیشه بنا سر میزنم، در نزدیک از اونایم، متوجه هستم که چه اتفاقی در زندگی از اونا به وقوع میپیونده. اما منظور ما از خانواده، خانواده کوچک شما نیه. منظور ما از خانواده، خانواده بزرگ شما نه. خانواده کوچک یعنی همین پدر و مادر و خواهر و برادر. اما خانواده بزرگ دقیقا اقوام و خویشاوندان منتسب به پدر و مادر ما شامل میشه. ماما و خاله و اما و کاکا، پدرکلان و مادرکلان پدری و مادری. ما دقیقا همین خانواده رو فراموش کردیم. خانواده بزرگه، هیچ اطلاعی نداریم از اونا، خیلی کم به اونا سر میزنیم. شاید برای از این کار غیر منطقی و غیر اخلاقی خو مشکلات و دغدغه ها و مصروفیت ها و مشغولیت های زندگی بهانه کرده باشه و این به شدت ناراحت کننده در داخل یک جامعه اسلامی که باید آنچنان ارتباطات قوی باشه که منجر به اتحاد و همبستگی و وحدت در داخل جامعه بشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند که خداوند متعال فرموده من رحمانم و او رحیمه، من نامی از نام خود برای از او اشتقاق کردم، هر کس او رو وصل کنه ما با او ارتباط برقرار میکنم و هر کس که او قطع کنه ما با او ارتباط خود را قطع میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان و مسلمان سله رحیم رو به جا نیاره و با اقوام و خویشاوندان و نزدیکان خود قطع ارتباط بکنه، باز خداوند هم با او قطع ارتباط میکنه، باز خداوند هم رحمت خود را شامل حال از او نمیسازه و او از مغفرت و آمرزش خود در این دنیا محروم میسازه. و اما اگر فرد سله ارحام رو به جا آورد و به نزدیکان و اقوام و خویشاوندان خود سر زد و ارتباط محکم و مستحکمی با اونا برقرار کرد، باز او وقت خداوند هم با او فرد ارتباط برقرار میکنه، خداوند هم رحمت و فیوزات و برکات خود بر این فرد نازل میکنه. اگر ما سله رحم قطع بکنیم چقدر خطرناکه، رحمت خداوند شامل حال ما نمیشه و این واقعا واویلا داره. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در جای دیگه فرمودن که در روز قیامت رحیم صدا میزنه پروردگارا من قطع شدم، من مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و من ظلم شده. بعد خداوند میگه آیا راضی میشی با او کسی که تو قطع کرده امروز قطع ارتباط بکنم و راضی میشی با او فردی که تو وصل ساخته باز ارتباطات خود در او روز با او برقرار بکنم؟ چقدر خطرناکه که اگر ما امروز سله ارحام رو به جا نیاریم و به نزدیکان و اقارب خود سر نزنیم و قطع ارتباط بکنیم، باز خداوند هم در روز قیامت ارتباط خود با ما قطع بکنه، رحمت خود شامل حال ما نسازه. او وقت کی اینه که ما از عذاب خداوند نجات بده، موجب کامیابی و سعادت و خوشبختی ما بشه در او روز؟ واقعا کی اینه؟ هیچ کس نیه. بیاییم به این قطع ارتباطات نه بگیم، ارتباط محکم و مستحکم با خانواده و خویشاوندان و اقارب و نزدیکان خود رو برقرار بکنه تا باشه که رحمت خداوند شامل حال ما بشه. بیاییم مهمانی ها ساده تر بگیریم، بدور از هر گونه مشقت، تا مهمان ما وقتی که میخوای ما رو دعوت بکنه به حرج نفته و به خاطر چیدن سفره رنگارنگی به فکر قرض کردن نباشه. با واقعیت که بیشتری از امراض روحی و روانیه که امروز در داخل خانواده ها در یک جامعه اسلامی به چشم میخوره از انمی
قطع ارتباطات نشأت میگیره. ما خود خود فراموش کردیم در مشکلات و مصیبت ها دست هم دیگر را نمیگیریم و هم دیگر کمک مادی و معنوی هم نمی کنیم و همینه که خانه های ما دقیقا به زندان های بی سر و صدای تبدیل شدن که در اونا اطفال، کودکان و جوانا و نوجوانا به غیر منطقی ترین و غیر اخلاقی ترین شکل ممکن تربیت میابن و بزرگ میشن و بعد نه به اقارب خود آشنایند و نه هم با نزدیکان و اقوام خود. چقدر خطرناکه، این آینده جامعه اسلامی تخریب میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در روز عرفه میخواستن با اصحاب جمع بشن و دعا بکنن، بعد فرمودن هر کس سله رحم قطع میکنه در بین ما نباشه. چرا؟ چرا که خداوند رحمت خود را بر قومی که در بین از اونا قطع کننده سله رحم وجود داره نازل نمیسازه. چقدر خطرناکه، نه تنها که بر او فرد خداوند رحمت خود را نازل نمیکنه، بلکه در همون قومی که چنین فردی وجود داشته باشه هم خداوند رحمت خود را نازل نمیکنه. ما چقدر خود را فراموش کردیم، هیچ وقت به خانواده خود سر نمیزنیم و همی باعث شده که اتحاد و دوستی و محبت و صمیمیت از جوامع ما ریشه‌کن بشن و بعد اختلاف و پراکندگی و تفرقه جایگزین بشن. بیاییم به خانه ها و مکانهایی که اقوام و خویشاوندان ما در آن زندگی میکنن، برین با اونها سر بزنین، خصوصا در این حال و اوضاع بسیار سخت که زندگی کردن برای هر کس مشکل و طاقت فرسا شده. شاید ما خبر نداشته باشیم که یکی از خویشاوندان مسکین و فقیر ما نه تنهایی که توانایی تأمین معیشت زندگی خود نداره، بلکه قادر به تأمین یک وعده غذایی هم برای اعضای فامیل خونیه. به چقدر دردناکه در داخل جوامع اسلامی. پیش از این که بر دیگه فقرا کمک بکنیم، اولاتر اینه که انسان مسلمان به خویشاوند و اقارب فقیر خود خو کمک بکنه. در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صدقه به مسکین یک ثواب داره، باز صدقه دادن به خویشاوند مسکین دو ثواب داره. چرا؟ چرا که یک ثواب به خاطر صله رحمه و یک ثواب دیگه هم به خاطر صدقه دادنه. ما با کمک مادی و معنوی خود خو هم ثواب این صدقه دادن را از جانب خداوند دریافت میکنیم و هم ثواب صله رحیم که وصل ساخته. همانطور که خداوند به عبادت کردن خو و به نیکو رفتار کردن با والدین تمام مسلمان ها امر کرده، با رفتار و برخورد نیک داشتن با اقارب و خویشاوندان هم ما را امر کرده. و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى. همانطور که ما مأموریم که با والدین خود رفتار نیکی داشته باشیم، باید با اقارب و خویشاوندان خود هم رابطه نیکی داشته باشیم. در جای رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کس صله رحم قطع بکنه به بهش وارد نمیشه. چقدر خطرناکه. خداوند مهربان برای ما توفیق بده تا صله ارحام رو به جا بیاریم، به خویشاوندان و نزدیکان و اقارب خود رو سر بزنیم و با این کار مشمول رحمت و مغفرت خداوند متعال و منان بشویم.